به بهانه شناخت بیشتر دستگاه چهارگاه تصمیم گرفتم که یه آهنگی رو با هم دیگه کار بکنیم و اون آهنگ چیزی نیست جز بابا کرم. البته با این کلاه بیشتر شبیه به هایزنبرگ مناطق محروم میشم، ولی خب برای بابا کرم هم بهش احتیاج داریم. خیلی ساده و راحت مثل همیشه میخوام ملودیشو بهت بگم بزنی، بعد از اون چهارگاه رو خیلی بهتر میشناسی، چون که اغلب گوشهای چهارگاه رو، گوشهای مهم دستگاه چهارگاه رو تو دل خودش داره. پس بریم بهت بگم. من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. توی این ویدیو میخوایم بیشتر با دستگاه چهارگاه آشنا بشیم به واسطه یه آهنگی که هممون میشناسیمش، هممون شنیدیم و باش خاطره داریم. آشنایی با دستگاه چهارگاه رو چند روز پیش برات گذاشتم به صورت کلی و حالا میخوایم با یک ملودی آشنا بیشتر بریم تو دلش و بیشتر باش آشنا بشیم. چهارگاه دو با کوک دو سل دو مایه ایه که میخوایم ازش استفاده بکنیم و آهنگ بابا کرم رو اجرا بکنیم توش. یه نکته رو توی آشنایی با دستگاه چهارگاه یادم رفت بگم، خیلی شباهت زیادی داره به ماهور از لحاظ ساختاری و پرده بندی. اینو اونجا یادم رفت بگم، شما فرض کن که ماهور می که به کار، سی هم به کار، تو چهارگاه هم دوتا به کارن، فا و دو. ببین همه الگوها این شکلیه. حالا ر و لا رو یکی یه دونه بیاریم عقب، تبدیل میشه به چهارگاه، همین تموم شد و رفت. این یه ترفند خیلی ساده بود که میتونستیم برای بچه که اصلا مبتدیان و ماهور رو زدن، با ماهور شروع کردن، همین که بدونن انگشت اولشون یه دونه میاد عقب، هم برای لا هم برای ر چهارگاه ساخته میشه، کافیه. اوکی، زیاد دیگه راجع به این صحبت نمیکنم. و اینکه معمولا چهارگاه برای تار ستار تو کوک دو، چهارگاه دو میزنیم معمولا با کوک دو سل دو. خب ادامه میدم، میریم، یعنی شروع میکنیم. دو رمی، اول اینو خیلی ساده بزن، دو رمی. حالا بزن لاس فامی، از لا به سلی اشاره میکنیم، فامی تکرار میشه با یه تغییر جزئی، تقریبا از سی بشی اشاره کوچیک میکنیم، میگیم سی لاس فامی. این سی رو میتونی چپ بزنی. بچه هایی که ستار میزنن دقیقا میتونن همین چیزایی که دارم میگم و با ستار هم اجرا بکنن. خب پس چی شد؟ هر قدر دو رمی لاس فامی ناس کنی، و تکرار میکنه اینو با یه تغییر خیلی جزئی، ناس کنی. می میره فا فام ره دو، می میره فا فامی ره دو. ببین فا فامی ره دو، این میه رو باید سریع بزنیم، یا میتونی اشاره بدی، ببین، یا مزراب بزنی که باز تو دل دار منی، باز تو دل دار منی، یه همچین حالتی. کلا ولی تکیه ما توی این آموزش بیشتر روی شعر نیست، چون شعره خیلی متفاوت، بازخونی های زیادی ازش شده، شعرهای متفاوتی روی این ملودی گذاشته شده، به خاطر همین ما خیلی پایمون رو نمیذاریم روی شعر. بنابراین استخون بندی و اسکلت کلی ملودی رو بهت میگم، ساختار کلیش رو بهت میگم، حالا تو به سلیقه خودت هر ورژن از شعرشو که دوست داشتی میتونی روش بذاری. پس جمله اولم شد، حتی میتونی اینو دو بار بزنی، هر قدر هر قدر، دست خودت تقریبا داری بداهه میزنیش یه جورایی، و تکرار جمله هم حتی دست خودت، یه جمله میتونی دو بار بزنی، یه بار میتونی یه بار بزنی، دستت بازه، خیلی سخت نگیر. حالا همین ملودی دوباره تکرار میشه، هر قدر عشق کنی غمزه بیای باز
گل بی خار منی. خب اینجا یه تغییر داریم، یعنی قبلش داشت باز تو دلدار منی، اینجا گفته باز گل بی خار منی، یعنی می ره می ره فا فا می ره. یکی دو تا نوت اضافه داره، میشه می ره می ره فا فا می ره. خود خودت هم باید گوشتو تیز بکنی. این لهجه روحوزی بودن و خالطوری بودنشو در بیار حتما. دی د دیگه د دی د دگه د. خب بگذاریم بریم سراغ جمله بعدی. این جمله اوله روی زاغ. چقدر حرف میزنم، جمله اولی روی زاغله، جمله بعدیش روی گوشه مونگه است. تأکید از روی می برداشته میشه میره روی نوت فا درجه چهارم، اونجا گفتم بهت میشه فا. حالا این گوشه مونگه است، میخواد بگه حالا دیگه ره فا می ره فا. رو فا موند، بزن ره فا می ره فا. بعدش فا فام ره دو مال منی. میتونی بعضی وقت جواباش رو سیم بم بدی. فا فام ره دو اوکی. دیگه و دیگه و بازم دیگه ره فا می ره فا می ره فا می ره فا. تأکید روی نوت فا و بازیگوشی حالا آهنگساز یا هر کسی که اولین بار ملودی رو ساخته داره بازیگوشی میکنه، داره میگه ره فا می ره فا می ره فا می ره فا. نوازنده هم که داره میزنه بعد از اون بازیگوشیش بیشتر میشه، خلاقیتش بیشتر میشه. ممکنه دو سه تا بیشتر یا کمتر هم بزنه. ره فا می ره فا می ره فا می ره فا. دیگه و دیگه و بازم دیگه. خب دوباره فا فام ره دو عشق منی یا جون منی حال منی، فرق نمیکنه، همه اینا رو میتونی بذاری روش. خب دوباره همین هی تکرار میشه، روح منی و جان منی و عشق منی و بنا به شعرهای مختلفی که میتونی روش بذاری. فا فا میره تغییر میکنه. شیشه بابا رو نشکنی رفا می رفا می رفا ره دو رفا می رفا می رفا می ره دو. حالا میرسیم به اصل ماجرا که میگه با با کرم با با کرم لالاس، به سول اشاره میشه لالاس میره آی لاس لاس میره. اینجا یه تکنیک میزنم، با ستار هم همین تکنیک رو میتونی اجرا کنی اگه نگفتی هیچ فرق نمیکنه. تکنیکی اصلا برای دست چپه، یه مضراب میزنی به اون لایه بعد میکنی خود لا رو دوباره، بعد از اینکه کندی به سی اشاره میکنی بدون که مضراب بزنی، این شکلی، بعد دوباره به لا مضراب میزنی، پس میشه. خب یه تحریر تهگلوییه که با با کرم با با کرم. ما اینو تو ساز این شکلی اجرا میکنم. دفعه اولی ساده بود لا لاس فامی، دفعه دوم با انگوش دوم بیا که اون کار رو بتونی روش بکنی، و اگر هم مبتدی هستی همون رو فقط تکرار بکن اگه برات سخت این کار. خیلی اتفاق عجیبی نمیافته. با با کرم وای با با کرم، این حالت رو ایجاد میکنه و در نهایت میگه فا فام ره دو دوست دارم، و عبارت قبلی اینجا تکرار میشه ره فا می ره فا می فا فا می ره دوستم داری و دوست دارم. یا بعضی وقتا به سلیقه اجرا کننده اینو هی بازی گوشی میکنه باش، دوست دارم و دوستم داری و دوست دارم و داد دارد،
دو سه بار چهار بار اینو هی شنیدم که من تکرار میکنم. خب این بخش اینجا تموم میشه تو محدوده زابل و مویه و ایست نهایتا روی درآمد درجه یک وایساد. حالا بریم سراغ ادامهش. گوشه مخالف رو میخواد حالا بخونه. گوشه مخالف اونجا بهت گفتم رو درجه 6 ما، یعنی 1 2 3 4 5 6 اینجا محدوده گوشه مخالف نوت لا کرون. ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم، بزنیمش با هم دیگه. لا سول لا سول لا سول لا سول لا س، به سی اشاره میکنیم. لا س فا می. دوباره نو میگه. ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم، ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم. فرود میکنه اینجا این شکلی از مخالف فرود میکنه برمیگرده عقب. می فا سول لا لا س فا می، می فا سول لا لا س فا می. اشاره ها خیلی نقش مهمی دارن بازی میکنن، نادیدهشون نگیر. می ره می ره فا فام ردو، اول روز خوشو نزد همه خار شدم. می فاصل لالاس فامی، می ره می ره فا فام ردو، باز گرفتار شدم. می می ره فا فام ردو. بعد دوباره بابا کرم، آی بابا کرم دوست دارم. این قسمت رو کار کردیم. این قسمتش ملودی این شکلیه که دو لا دو دو لا دو. حتما ببین تو پایین دسته سعی نکنیم تو قسمت بالا دسته بزنیم، چون که فکرم داره یه اشاره به منصوری و مغلوب میکنه بعد از اینکه مخالف رو خوند. حالا میخواد قسمت اوجشه دیگه، اوج آهنگ رو داره میکنه، یعنی صدای خواننده همجا داره میره بالا. پس تو هم باید بیه تو پایین دسته. دو لا دو دو لا دو لا 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 دو. همه ملودی با لا و دوه، ریتمش هم که مشخصه. بستگی به شعری که داری میخونی این سیلاباش تغییر میکنه. چه میدونم مثلا هر شعری یه جوره دیگه. حالا اینجا مثلا میگه که شب اینجا لب اینجا خبر اینجا دلبر اینجا دای 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 دای. اگه یه سیلابی باشه یه شکله، دو سیلابی باشه یه شکل دیگه است. پس این میتونه متغیر باشه، فقط در همین حد کلیاتش رو باید بدونی که دو لا دو لا دو لا دو دو لا داره با این دوتا نوت بازی میکنه دیگه. گوش خودت تشخیص میده کدوم رو الان باید اجرا کنی. و بعد از اون این شکلی فرود میکنه، یعنی بعد از که نسبت به شعری که خوندی تعدادش هر چند تا بود زدی، این شکلی دوباره فرود میکنی. لا فا لا اوکی. سول می سول ره فا میره دو. مثلا میگه که در اینجا دل اینجا من اینجا تو اینجا. یا بستگی به شعر دارم تکرار میکنم بازم. بعد از اینکه اینجا تمام کرد برین که جوابی چیزی زده بشه رو دو وایساد، مستقیم میپره به حصار. حصار رو یادته بودم اینجا سول میشه نوت مرکزی، یعنی ما اصطلاحاً و موقتاً میریم توی چهارگاه سول، رسما میریم تو چهارگاه سول.
صورت ناگهانی فا دیز میشه، می کرون میشه و ر بکار میشه. ملودی حصارش خیلی محدود و بسته است و یه همچه حالتی میشه فقط سو سو سول 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 سو سو سول 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 سرای اهل دل اینجا، صفای اهل دل اینجا، درا دای دای درای دای دای. به فادیس فقط اشاره میکنه که نشون بده ما تو حساریم و آخرش میگه اینجا، صدا رو میگیره میکشونه میبره میذاره توی می بکار که بگه میخوای فرود کنیم، قرار فرود کنیم. خب میکرونه که زد و ما شنیدیم که قرار فرود کنیم، میگه اینجا یعنی می سول ر فا ر دو، اینجا اینجا اینجا، و این شکلی فرود میکنه دوباره روی نوت دو. بعد از این یه تم جدید میاد دوباره رو میکنه توی زابل تقریبا، می ر می سول فا می ر دو ر دو ر فا می ر دو. بعدش میگه سی دو ر دو سی ر دو سی ر دو که نمیتونی اینجا هم بزنی. اینجا راحت تره، بابا جی زو جی زو جی ز سی دو ر دو سی ر دو سی ر دو سی دو ر دو سی ر دو سی ر دو. اینجا که فضا رو آروم کرد همه فکر میکنم میخواد تمام بشه ولی سخت داره اشتباه، چون که دوباره میگه کی میتونه بشکن بزنه و اینجا ناخودآگاه و اوتوماتیک ایرانی ها جواب میدن، همه به صورت هماهنگ چهار بار میگن من 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 و دوباره میگه کی بلده چشمک بزنه من 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 و همه. خیلی جالبه که دقیقا رو نوت دو میخونن، میگن من من چه دو 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 لا دو 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 لا دو 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 لا دو 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 دو. خب بعد از این که دوباره اینو گفت یا چند بار میتونی چیزای مختلفی بگه، میره دوباره به حصار میگه سول 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 لا سول لا سول فا سول 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 لا سول لا سول فا سول. کی میتونه خوب قرش بده قرش بده و قرش بده سول 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 لا سول لا سول فا سول. یعنی اومد همه رو قبلش یه آماده باش داد، گفت کی میتونه خوب قرش بده، کی میتونه بشکن بزنه، کی میتونه دنبک بزنه فلان، نه بعد یه رفع حصار و حصار که دیگه همه جوگیر میشن. تو حصار که میاد میگه کی میتونه خوب قرش بده قرش بده و قرش، یه رو منقلب میشه شنونده و پا میشه واقعا اون کار انجام میده، خاصیت گوشه حصاره. بعد از که رفته بود تو اون حصاره جرگیر کرده بود همه رو، قطعا حالا دیگه باید یه فرودی داشته باشیم، فرودش این شکلی که میگه که لا دو سی لا دو 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 غمها رو دونه دونه میپره عقب رو میبکار می می فا میره فا میره دو نینم چی چی کن دره رو فوتش کن و لا دو سی لا دو دو دو. دو بار پس این تمه رو میزنه حالا با دوتا شعر متفاوت، لا دو سی لا دو 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 می می فا میره فا میره دو لا دو سی لا دو 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 می می فا میره فا میره دو.
دوباره اینجا به صورت ناگهانی برمیگرده میپره به حصار، دوباره میگه سول 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 لا سول لا سول 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 لا سول لا سول سول لا سول، که حالا شعرش رو نمیدونم بخونم یا نخونم دیگه، اصلا جالب نیست نمیشه ادامه داده. میگه که با سیبیلات بر نرو جوش نیارو سر نرو، زندگی بازی داره زود از کوره در نرو، داشم غم پکرت میکنه از این دنیا دکت میکنه، اونی که با تو یک رنگه همش دست به سرت میکنه. این دیگه آخرین جمله یه که داره، میشه میمیره می سلفا میمیره دو، میمیره می سلفا میمیره دو، داشم غم پکرت میکنه از این دنیا دکت میکنه، اونی که با تو یک رنگه همش دست به سرت میکنه، فامیره می فامیره می فامیره می فامیره می فامیره می سلفا میره دو. یه جوابم اینجا داره، دو سی دو ره دو سی دو لا دو سی دو ره دو سی ره دو. با هم یه کار کردیم، ولی به سلیقه خودت میتونی تکرارها رو تغییر بدی، جمله رو عوض بکنی، شعر رو حتی عوض بکنی تا به درک عمیق‌تری نسبت به دستگاه چهارگاه برسی. هر سوالی که داشتی توی کامنت ازم بپرس، لایک هم فراموش نشه. مراقب خودت باش، فعلا خدا نگهدار. داشتم غم پکرت میکنه